دوستان و همراهان همیشه یه درود بر شما. با چند تا خبر دنیای کشتی در خدمت شما عزیزان هستم. از کره رزانوف برای شکست دوباره حسن یزدانی تا خداحافظی جردن باروز در آلبانی و حضور سعدالایف و تیلور در وزن 92 کیلوگرم در آلبانی اوزان غیر المپیکی جهانی و چند خبر دیگه. رمضانوف گفته که من تو مسابقه فینال المپیک دیدم که حسن یزدانی زیاد سرحال و بشاش نیسته، شاید به خاطر این بود که حسن یزدانی اولین نفری که قراره تو المپیک دو طلایه بشه، شاید استرس این طلا و فشار روحی این طلا گرفتن روش تأثیر گذاشته بود، ولی خب تو همون 45 ثانیه اول کشتی با من مصدوم شد. رمضانوف گفته که مربیاش بهش گفته بودن که 80% فنهاش رو حسن یزدانی از سمت چپش انجام میده، اگر سمت چپ حسن رو از کار بندازی کارهای حسن رو از کار خواهی انداخت، و حالا که باش سرشاخ شدم و میدونم که باز هم اگر با حسن یزدانی کشتی بگیرم و سرحال هم باشه، تو اوج آمادگیش هم باشه، میتونم حسن رو شکستش بدم. این کره رمضانوف بود که حالا باید مربیه ما حسن ما هم حواسش باشه که اگر هم دوباره کشتی بگیرم با سمت چپ حسن آقای ما کار داره، که مطمئنیم همه شما کشتی دوستان میدونید اگر حسن واقعا 50% آمادگیش رو داشت و مصدوم نبود، خیلی راحت رمضانوف رو با اختلاف شکست میداد، و امیدوارم که یک بار دیگه این کشتی اتفاق بیفته، رمضانوف با حسن آقای ما سرشاخ بشه، بعد متوجه میشه که حسن آقای ما وقتی مصدوم نباشه چجوری کشتی میگیره. و اما دومین خبر این که آقای اویس ملاح دارنده برنز جهان در وارنا 1991 به تیم ملی آزاد دعوت شده و احتمالاً مربی امیدهای ایران تو مسابقات جهانی آلبانی خواهد بود. خبر سومی که فرانک چامیزو قهرمان المپیک رازم به جامالوف رو به چالش خونده و گفته که من سرحال نبودم و به زودی به اوج خودم برمیگردم و باهات کشتی خواهم گرفت و شکستت میدم. احتمالاً چامیزو تو مسابقات پادوبنی شرکت میکنه و دوست داره که اونجا با رازامبک یک بار دیگه کشتی بگیره و شایستگیش رو به اثبات برسونه. اگه تا اینجای ویدیو از محتویاتش خوشتون اومد، اگر دوست دارین که هفته حداقل یک بار این اخبار رو جمع‌بندی کنیم و براتون پخش کنیم از کانال، حتما کامنت بذارید برامون. اگر هم کانال رو سابسکرایب ندارید لطفا کانال رو سابسکرایب کنید. و بریم به خبر بعدی. احتمال برگشت تیلور به کشتی و اون هم تو وزن 92 کیلوگرم زیاده. البته رسانه ها دارن میگن، خود تیلور چیزی اعلام نکرده، ولی اگر هم برگرده تو 92 خیلی جالب میشه. حالا که قاسمپور تونست فیروزپور رو شکست بده، کامران قاسمپور از اون بر هم سعدالایف فرصت رو غنیمت شمرده، وقتی نتونست تو المپیک حضور پیدا کنه حالا میاد که تو 92 کیلوگرم شانس خوش امتحان کنه و یه طلای جهانی دیگه سید کنه. کشتی جذابی خواهد بود. کامران قاسمپور، سعدالایف و تیلور، ست از بهترین های دنیا. امیدواریم که تیلور بیاد و با کامران کشتی بگیره. اگر با کامران کشتی بگیره مطمئنن کامران تیلور رو شکست خواهد داد. من که به این جمله باور دارم و ایمان دارم که کامران میتونه تیلور رو شکست بده و امیدواریم که این اتفاق بیفته. البته اگر تیلور بخواد تو این مسابقات شرکت کنه که بعید میدونم، تیلور سعی میکنه همیشه تو حاشیه ببره و تا به اینجای کار هم رسما اعلام نکرده که تو این مسابقات شرکت نخواهد کرد. جراید روزنامه همه دارن می‌نویسن که تیلور میاد، ولی به نظر من هم نمیاد. آمریکایی‌ها زرنگن، تو اوج سعی میکنن خداحافظی کنن. اون بهترین جایگاهی که الان داره و حدود 6 میلیون دلاری گرفته برای مربیگری، فکر نمیکنم رها کنه و به کشتی برگرده و اون وجه خوبش رو خراب کنه، چون اگر حتی یک شکست از کامران قاسمپور داشته باشه واقعا از اون نقطه اوجش خیلی میاد پایین تر، احتمالش خیلی کمه. ولی اگر هم بخواد بیاد باید با زاهد والنسیا انتخابی بده و والنسیا رو شکست بده، که احتمال شکست والنسیا زیاده. و اگر تصمیم بگیره به کشتی و اگر تو از 92 کیلوگرم مطمئنا نماینده امریکا خواهد بود در آلبانی حدود 40-45 روز دیگه. و اما آخرین خبر اون هم باز از آمریکا. جردن باروز میخواد که در 79 کیلوگرم تو مسابقات جهانی شرکت کنه و اگر بتونه یه طلای دیگه بگیره و از دنیای کشتی خداحافظی کنه. البته کایل دایک هم تغییر وضع داده و اومده به 79 کیلوگرم. منتظر باشیم و ببینیم که انتخابی این دو کشتیگیر به کجا میرسه. حالا کایل دایک
که برنز المپیک رو هم داره، بر این باوره که کم کردن زیادی وزن عملکردش رو خراب میکنه و اومده به 79 کیلو و باید با جردن باروز انتخابی بده. انتخابی بسیار زیبایی خواهد بود، ما سعی میکنیم پیداش کنیم، اگر پخش بشه براتون حتما تو کانال بارگذاری میکنیم. این دو کشتیگیر جدالش رو همه کشتی دوستان جهان و مخصوصا امریکایی‌ها خیلی دوست دارن، بارها با هم کشتی گرفتن، البته تو 74 کیلوگرم و اکثر هم کایلداک برنده بوده. کایلداک یکی از فنی ترین کشتیگرهای امریکاست که علاوه بر جردن باروز قهرمانه بزرگی چون دیوید تیلور رو هم شکست داده، جیدن کاکس رو شکست داده و بارها تو رده‌های سنی با اینا کشتی گرفته. باید منتظر باشیم ببینیم انتخابی‌های امریکا به کجا میرسه. احتمالاً این هفته یا هفته بعد انتخابی‌ها برگزار میشه، ببینیم نماینده‌های امریکا چه کسانی هستن تا بچه‌ها هم خودشون رو آماده کنن برای کشتی با بزرگای دنیا. امیدواریم که آلبانی ویزای بچه‌ها رو صادر کنه، امیدواریم مثل پارسال نشه. پارسال ما هم بلیت گرفتیم، لحظه آخر گفتن که کنسل شده، کلا بلیت و هتل و همه سوخت، ولی خب فدای سر تک تک کشتیگیرامون. امسال هم منتظریم که ویزا صادر بشه، به امید خدا صادر بشه، چون هم امیدهای جهان رو داریم هم بزرگسالان و زنان غیر المپیکی رو. امیدوارم ویزا رو صادر کنم و ما هم بتونیم کشتی‌ها رو برای شما عزیزان پوشش بدیم. بدرود و یا حق.